با سلامی گرم خدمت شما بینندگان عزیز تلویزیون شهر ما. صبح روز یکشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که حالتون خوبه و همه دور هم نشستیم پای تلویزیون منتظر برنامه امروزتون هستیم. برنامه رو طبق معمول با کودکان و نوجوانان آغاز می‌کنیم. سپس اخبار شهرمون رو به اطلاعتون می‌رسونیم. پس از یک آهنگ از کنسرت مهرورزان با صدای خانم پریسا شکیباییان گفتگوی خواهیم داشت با آقای مهندس حیدری، مبتکر و مخترع ایرانی مقیم تورنتو. برنامه رو با آهنگی از دلارام به پایان می‌بریم. با هم نگاه می‌کنیم. بچه‌هایتون خوده؟ حالتون خوبه؟ چطورید؟ خوبه؟ خب، امروز برنامه سلام. شما کی هستی را؟ من اسمم شقایقه. شقایق؟ خانم آجی کوشا اینجا چیکار میکنید ها؟ من دوست دارم با شما همکاری کنم. همکاری؟ بچه ها شنیدید؟ میخواد با ما همکاری بکنه. خب، شما چی بلدید ها؟ من بلدم نقاشی کنم، شنا کنم، شنا، سکیلینگ کنم، سکیلینگ. خب منم دوست دارم ولی بلد نیستم بچه ها. میخوای بعدا من به شما یاد بدم؟ آره بعدا نمیاد، چه دختر خوبیه ها. مرسی. خب اینا چیه ها؟ اینا چند تا نقاشه که بچه ها برای ما فرستادن. این از نیشا جمشیدیان، 4 ساله، از تورنتو. قشنگی بچه را؟ 4 ساله، خیلی خوب کشیده. مرسی نیوشا، بازم بعدم برای ما بفرست. او یکی چیه؟ اون یکی یه نقاشیه که من خودم کشیده بودم که میخواستم نشون بدم. چقدر قشنگه، به بچه ها نشون بدم. بچه ها دیدی چقدر قشنگه؟ شقایق خیلی هنرمنده ها. مرسی. خوشحالم که شما اینجا اینایی. بچه ها خوشتون بیاد که با ما همکاری میکنه. ها؟ ها. بگم چطور شقایق خانم؟ هر ماه یه این نقاشی های خوب رو نشون بده به بچه ها. ها خوبه؟ خوبه. جایزه هم بهشون بدیم؟ آره میدیم، یه جایزه قشنگ هم به شما میدیم. جایزه هم بدیم. زودتر همه نقاشیاتون رو بنویسین برای ما بدین که آخر ما هم به شما یه جایزه بدیم. جایزه هم بدیم. خیلی خوب، بچه های هنرمند خط خطی کنید، نقاشی کنید. خب بهتر خدافزی کنیم دیگه. آخر برنامه است. آخر هفته دیگه. خدا نگهدار. به اخبار شهرمان تورنتو توجه فرمایید. یک شنبه گذشته مراسم یادبودی به مناسبت مرگ نویسنده روشنفکر سعیدی سیرجانی در محل انجمن ایرانیان برگزار شد که در این مراسم جمع کثیری از ایرانیان شرکت داشتند. امروز یک شنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر ششمین شب شعر و قصه باشگاه ادبی واژه به میزبانی ساسان قهرمان انجام خواهد شد. آدرس 10 کینگز کالج رود، اتاق 1101. همچنین در این شب تابلوهای هنرمند خردسال دنا شاهانی به معرض نمایش گذاشته خواهد شد. امروز خانم هما سرشار، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی، از ساعت 7 تا 9 شب در سالن انجمن ایرانیان درباره بخشی از کتاب خود به نام در کوچه پس کوچه های غربت سخنرانی خواهند داشت. نمایشگاه فرهنگ، هنر و تاریخ ایران زمین که توسط دانشجویان دانشگاه تورنتو ترتیب یافته بود، در روز شنبه 3 دسامبر به طریق نمایش اسلاید از باغ‌های ایرانی توسط خانم دکتر ماریا سابتنلی، استاد و رئیس بخش خاورمیانه دانشگاه تورنتو برگزار شد. It's possible now to document the transfer of the Iranian tradition of landscape architecture to both Central Asia and India, and thus to confirm the conclusions that have been reached by architectural historians on the basis of stylistic analysis alone regarding Persian, specifically Timurid influence on mobile Indian architecture. در این مراسم چند تن از طرف کانون هنرمندان به اجرای موسیقی اصیل پرداختند.
خبر از انجمن ایرانیان توجه فرمایید. نمایش مجدد دو فیلم سهراب شهید سالس، نمایش فیلم آخرین تابستان گرابل که قبلا به طور کامل پخش نشده بود، روز دوشنبه 12 دسامبر در ساعت 8:30 بعد از ظهر تکرار خواهد شد. برای فیلم مزبور بلیت فروخته نمی شود. همچنین فیلم گلهای سرخ برای افریقا روز چهارشنبه 14 دسامبر ساعت 8:30 بعد از ظهر نمایش داده خواهد شد. به علت استقبال از سخنرانی خانم دکتر تاهباز، سخنرانی مجدد ایشان در انجمن ایرانیان در تاریخ یکشنبه 18 دسامبر ساعت 2 تا 4 برگزار خواهد شد. موضوع سخنرانی درباره صدمات جسمانی و روانی ناشی از تصادفات و راه حل‌های درمانی و قانونی آنها می باشد. توجه فرمایید، خانم شیوا روشنی اسکویی، مادر دو فرزند 2 ساله و 5 ساله، نیاز به پیوند مغز و استخوان دارد. هموطنان عزیزی که خواهان کمک به این مادر ایرانی می باشند، لطفاً با این آدرس و شماره تلفن تماس بگیرند.
خب آقای مهندس حیدری، با تشکر از شما که دعوت تلویزیون شهر ما رو قبول کردین، خواهش میکنم درباره اختراعات خودتون توضیحاتی برای بیننده های عزیز شهر ما بفرمایید. خیلی ممنون. عرض کنم که من حدود یک سال پیش به کانادا اومدم. قبل از کانادا حدود 14 سال در اروپا بودم، بیشتر مشغول تحصیل. در رابطه با دانشگاه تورنتو فعالیت هایی داشتم که به اینجا دعوت شدم و با این دانشگاه همکاری دارم. در یک سال گذشته ایده هایی من داشتم که روی این ایده ها کار کردم. عمدتاً سه تا ایده بوده به طور سریوس روش کار کردم که یکی از اینها چسبه. به این شکل که اینجا من نمونه‌ای دارم که چیزی که امروز در بازار شما دارین، چسبای 3M، اینها به اصطلاح شکلای قدیمی وجود داره که تیپ دیسپنسر اینا رو شما میتونید ببرین و انواع مختلفی در بازار وجود داره که کار روزمره چسب رو خیلی راحت کرده. کاری که من کردم این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کردم، یعنی اون چیزی که ما ساختیم هم کار پکیج رو آسان میکنه، هم بریدن اینو به اصطلاح انجام میده و همین که حجمش نسبت به این دوتا خیلی کمتره. یعنی ماتریالی که مصرف میشه توی ساختش این مزیت رو داره که ماتریال کمتریه و تولید مدادی بوده که باش مینوشتن و پاکون که خب باش پاک میکردن. آقای اومده نشسته پیش خودش فکر کرده، گفته خب مداد وجود داره، پاکون هم وجود داره، ولی اگه ما این دوتا رو بیاییم با همدیگه سرهم بکنیم یه چیزی به وجود میاد به این شکل. و اومده گفته که این یک اختراعه و تقاضای اختراع کرده. اداره اختراع در آمریکا اینو به عنوان اختراع به ثبت رسونده. یعنی ببینید فکر ساده است، دو چیزی رو با هم دیگه ترکیب کرده یه چیز جدید به وجود آورده. اگر یکی از ایرانی ها مثل خود شما فکر و ایده جدید اختراعی داشته باشه چی کار باید بکنه؟ مسئله خیلی مهم اینه که این افراد باید صبور باشن، پیشنت باشن، یعنی اینکه اختراع رو پرورش بدن، ایده رو پرورش بدن، فکر بکنن، دیزاین های جدیدی براش به وجود بیارن. بهترین کار اینه که اینو هر موقعی خودشون تشخیص دادن محفوظش بکنن، ثبتش بکنن. بعد که این کار انجام گرفت بعد میتونن به شکل وسیع‌تر این ایده رو با افراد مختلف، کارخونه دارا، دیزاینرا و افراد مختلف اینو مطرح بکنن و براش بازاریابی بکنن. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.